فلذا این حس های ما، یعنی دریافتای ما از دنیا و تجارب ما و الی آخر، تمامش بی بقاست، اینا خواهد رفت. منتها وجود اینها برای کشانده شدن اون آگاهی کل به ما یه جوری لازمه. لازمش هم اینه که هی تجربه میکنیم، امتحان میکنیم و تغییر جان میدیم، جانمون هی افزوده میشه. نور حس و جان بابایان ما نیست کلی فانی و لا چون گیا، لیک مانند ستاره و ماهتاب جمله محوند از شعاع آفتاب. حالا شعاع آفتاب که در میاد، این چراغ ما هم وجود داره، ولی یعنی هنوز روشنه، ولی نورش مقابل نور آفتاب هیچه. یعنی این حالتی است که این عقل ما در مقابل اون عقل بزرگ و عقل کلی محو شده. درسته ما داریم هنوز دانشامونو، ولی نور کلیه که حالا حاکمه. این مثال دیگه، بازم مثاله و مثال ناقصی هم گفت اولش. بالاخره باید از همینا یه چیزی ما بفهمیم. حالا مثالی که زد، گفت ستاره و ماهتاب نورشون در مقابل شعاع آفتاب محو میشه، یه مثال دیگه میزنه. آنچنان که سوز و درد زخم کیک محو گردد چون درآرد مار علیک. مار علیک یعنی مار به سوی تو، برای تو یه ماری بیاد. اون ماره که میبینی، مارو میبینی، سوز و درد زخمی که از یک کک به تن تو نشسته از بین میره، محو میشه. اینم باز یه مثال دیگه، محو شدن یک چیز جزئی جلوی یک چیز بزرگتر و کلیتر. کیک